محمد رهبر در استودیو همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز صبح ایران. خب بپرزیم به همین موضوع برجام که خب به نظر میرسه که بحث گفتگوها رها شده، در تعلیق هست گفتگوها و حالا شاید هم بشه به گفته خود آقای شریعت مداری اشاره که ظاهراً راه به جایی نمیبره هرچه تلاش میکنن دو طرف. آیا روزنامه ها به این موضوع پرداختن؟ تحلیلی در این مورد بوده؟ ببینید، با اینکه مذاکرات اصلا به تعلیق رفته و به کما رفته، اما اتفاقی که افتاده اینه که هر روز در موردش حرف هست. چرا؟ چون همه چیز بهش گره خورده، همه اقتصاد ایران و گشایشی که اگه بخواد ایجاد بشه گره خورده به این که این برجام امضا بشه و قطری تحریما برداشته بشه و یک رونق اقتصادی حداقلی شکل بگیره. روزنامه مستقل امروز مصاحبه کرده با یکی از این اصولگراها که چندین دوره در مجلس شورای اسلامی نماینده بوده، آقای عزت الله یوسفیان، نماینده مازندران. ایشون البته با روحانی هم هش رو نشی داشت، در اون دوره میخواست دست روحانی رو ببوسه که خیلی هم سرش جنجالی شد. حالا به ایناش کاری نداریم. روکو پوسکنده گفته که ماجرا سر چی هست. همه مذاکره گروگان سپاهه و تا تحریم سپاه حل نشه هیچ چیز اتفاق نخواهد افتاد، هیچ تفاهمی هم شکل نخواهد گرفت. آقای یوسفیان شرط داده که همون دوره‌ای که اواخر دوره روحانی، اون موقع 8 پرانتز باز بود، بعد شد 4 پرانتز، ولی این رو تصریح کرده که هیچ وقت در هیچ موردی تفاهم صورت نگرفت. معلوم نیست با این حساب در این یک سال خورده‌ای که هم در دوره روحانی هم در دوره رئیسی مذاکره داره صورت میگیره بر سر چه بوده، پس چه میکردن اونجا. نکتش هم اینجاست که تیم مذاکره کننده ایران مخالف هر گونه مذاکره است و مخالف اون دستاورد قبلی است. با چنین تیمی اصلا چگونه میشود رفت و یک تفاهمی رو امضا کرد؟ امروز کیهان آمده و همون حرفای شریعت مداری که در رادیو مفصلا صحبت کرده رو اومده مکتوبش رو امروز چاپ کرده. حالا بگذاریم که این روزنامه از همین الان گفته اگه منابع ارزی هم آزاد بشه فایده ای نداره، چون همش میره خرج بدهی های قبلی روحانی میشه. اینو بارها تکرار کردن دولت آقای رئیس. بله، این ناامید کردن مردم از هر گونه پولیه که بخواد در ایران تزریق بشه. شریعت مداری صریحا گفته که مذاکرات به جایی نمیرسه، اصلا به درد ما هم نمیخوره. یه قرارداد طلایی برای آمریکا بود برجام و من نمیدونم برای چه آمریکا اینو پارش کردن. و شرح داده که ما به هر حال میتوانیم روی پای خودمون بایستیم. امروز در واقع در تحریم آمریکا نیستیم، در تقابل با آمریکاییم. بعضی این گونه حرفا متاسفانه آقای شریعت مداری شخصا آدم مهمی نیست، ولیکن این روزنامه و امثال چنین تفکری حاکم هستن، وگرنه ما اصلا حرفشون رو هم نمیزدیم. در حقیقت نماد تفکر جمهوری اسلامی هست. بله، نماد متاسفانه. به روزنامه بعدی برسیم. روزنامه خراسان هستش. امروز خیلی درباره افغانستان و اون انفجار دیروز و کشته شدن بیش از 20 نفر از دانش آموزان در روزنامه ایران گزارش و عکس چاپ کردن. متاسفانه در صفحات اول عکسای بسیار دلخراشی هم چاپ کردن که نباید چاپ میکردن چنین عکسایی رو، چون ترویج خشونت هست و بی‌تفاوتی به خشونت چنین عکسای خشنی که در صفحات اول هستش. می‌دونیم که در همین بریتانیا هم اجازه چاپ چنین عکسایی به هیچ وجه وجود نداره. ولی در ایران گویا فقط به حجاب و اینها گیر میدن. شما خشونت رو بخوای ترویج کنی این گونه، نه کاری به کسی ندارن. خب این نشون داد که طالبان آمد و امنیت نیومد. اون چیزی که همیشه میگفتن طالبانی ها میان و امنیت میارن و اینها، و وقتی یک گروه تندرو به حاکمیت میرسه، گروه تندرو دیگری در رقابت با او دوباره شکل میگیره و همین دور ادامه داره. تنها نکته این که هست اینه که اگر افغانستان بخواهد به جایی برسه، از همین راه مدارس و آموزشی که اتفاقا همین گروه های تندروی ناشناس و هم طالبانی که الان بر سر قدرت هست هر دو با اون مشکل دارن. یعنی راه حل دقیقا همین جایی که اینها باش مشکل دارن. بسیار خوب، به روزنامه بعدی، روزنامه اعتماد پردازیم و این بحث محیط زیستی که اگر مردم خودشون نیومده بودن ما نمیدانستیم که در جنگل های سراوان در نزدیکی رش 150 متر کوه زباله وجود داره. از سال 63 اینجا زباله ها رو میومدن و حالا دفع میکردن یا هر کار دیگری. در تمام مدت هم اعتباراتی برای
چه میدونم زباله سوز و این کارها انجام شده، ولی هیچ کدومش به جایی نرسید، فقط اعتبار به گرفتن و معلوم نیستش که پولش به کجا رفته و عاقبت هم چنین چیزی شده که جز با اون سر و صدای مردم و اعتراضی که کردن کاری نداشته، یعنی اصلا دولت به این کاری نداشته. به بعدی برسیم به همین روزنامه آخر، روزنامه همشهری، که امروز به تمام مخالفان جداسازی پارک ها تاخته و گفته ما کار خاصی نکردیم، تو هر محله اومدیم یه تیکه ای رو گذاشتیم برای مادران و کودکان. یکی ایست بگه که خب اگه بقیه جاها برای خانواده ها هست، این تکه های پارک چه ضرورتی داشته که جداسازی بشه؟ همه یه کار شهرداری شده چنین چیزی. و همین الان از شهردار تهران بپرسید برای زباله های تهران چه میکنید، برای فاضلاب تهران چه میکنید؟ هیچ برنامه ای ندارن. ممنونم از شما محمد رهبر، اینجا در استودیو همراه ما بودید.